تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. تفسیر سوره بقره آیه 16. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. اول سوره بقره خداوند مردم را سه دسته کرد. اول گفت هدن للمتقین، متقین کیا هستن؟ بعد فرمود ان الذین کفروا، کفروا کفار کیا هستن؟ بعد سیمای منافقین رو مطرح کرد. میفرماد منافقین اولئک، این منافقین الذین اشتروا الضلالة بالهدى، معامله کردن هدایت را دادن و انحراف و ضلالت را خریدن. خب میگه نه هدایت شده بودن که هدایتو بدن، نه هدایت نشده بودن که. مراد که میگه هدایتو دادن یعنی زمینه هدایتو دادن، یعنی میشد اینها هدایت را بپذیرن، ولی این هدایتو از دست دادن، این فرصت از دست دادن. اشتره با ولالت بالهدا، مشابهش رو مثلا داریم، اشتره با الکفر و الایمان، یا اشتره با الحیات الدنیا و الاخره، یا والعذاب و المغفره. مشابهشو داریم که انسان میبازه، یعنی امام حسین رو میده یزید میگیره، ابوالفضل رو میده عمر سعد میگیره، علم رو میده هرزگی میگیره، تقوا رو میده خلافکاری میگیره. عاقبت نور الهی دود شد، فطرت حقجوی او نمرود شد. فطرت حقجو رو داد و طاغوت شد. اشتره با ضلالت بالهدا، بعد میگه فما ربحت تجارتهم، تجارتشون سود نکرد. خیلی آیه داریم تو قرآن، حالا به مرور میرسیم بهش، که ما معامله گریم توی دنیا، یعنی دنیا بازاره، از دنیا سوق. تو بازارم چهار عنصر هم میدونید: خریدار، فروشنده، جنس، مبلغ. خریدار فروشنده ما هستیم، داریم لحظه به لحظه عمرمونو میدیم، مال و جانمونو میدیم. خریدار یا برای اخلاص کار میکنیم به خدا میفروشیم، یا برای غیر خدا کار میکنیم دون الله به دیگران میفروشیم. جنس هم پس عمره، پس فروشنده ما هستیم، خریدار یا خداست یا غیر خدا. جنسی هم که میفروشیم عمر و جان و مال و استعدادها رو میفروشیم. نرخ هم اینه که اگر به خدا بفروشیم، ان الله اشترا به بهشت، خدا میخره به بهشت. غیر خدا میخرن به یه کفی، سوتی، سرواتی، دستگلی، هارتی، هورتی. ولذا قرآن تعبیرهای مختلفی داره در این بازار. یه تعبیرش همین تعبیر این آیه است، آیه 16 سوره بقره. فما ربحت یعنی ربح، سود نکرد. گاهی آیه ها تونتره، میگه سود کنه که هیچی، بعثمش داره، خیلی بد معامله که. گاهی از بد معامله هم بدتره، میگه خاسره، زیانکاره. گاهی تونتره، میگه خسران مبینه، یعنی زیان آشکاره. گاهی میگه که فی خس، ان الانسان لفی خس، فی یعنی غرق در خسارته. گاهی میگه اخترین، یعنی از همه خاسرها و زیانکارها زیانکارترینه. یعنی وقتی انسان سقوط میکنه، هی زنجیره‌ای سقوط میکنه، یعنی اول رفیق، بعد و بعدم سیگاری، و بعدم تریاک، و بعد هروئین، و اول دروغ شوخی، و بعد دروغ جدی، و بعد تهمت، و یعنی هی گناه گناه میاره، فساد فساد میاره. از بعثمشتره شروع میشه تا به اخترین و خسران مبین و اینها میرسه. خیلی قرآن آیه داریم بر سود و زیان. این هم همش به خاطر اینه که حواسمون رو جمع کنیم، خودمون رو به کی میفروشیم، لحظه های عمرمون رو به کی میفروشیم، چند میفروشیم. خدا رحمت کند شهید مطهری رو، به من میگفت این دعا گرچه مال ماه رجبه، اما تو هر روز بخون. خوبه که انسان هر روز بخونه. دعا اینه: خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک. باختن اونها که با غیر خدا معامله کردن و خسارت کردن اونهایی که با غیر تو رابطه داشتن. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى،
منافقین کیو با کی عوض کردن؟ در همین جمهوری اسلامی خودمون منافقین از خط امام خمینی آمدن بیرون، خودشونو به کی فروختن؟ آوارگی، غربت، تفرقه، ذلت، ترور، نفرت، تا آخرین مرحله جاسوسی برای دشمن، مترجم برای آمریکایی‌ها. یعنی هر که گریز از خراجات شاه، یا شام بارکش قول بیابان شود. اشتر با ولایت بالهدا، چی رو دادیم چی رو گرفتیم. بعد اینها هم که برای دنیا میرسن به دنیا نمیرسن. قرآن میگه که ایتون نیست که حالا اگر سراغ دنیا رفتی به دنیا برسی. خیلی ها آخرت از دست میدن به دنیا هم نمیرسن. یکی نقل شد تو سرش میزه کوفه، میگفت باختم. دورش گرفتن گفتن چی شده؟ گفتن برو امام حسین رو بکش کربلا جایزه بگیر. من 10 درهم خرج خود ما اسب و شمشیر میکردم، رفتم امام حسین رو کشتم، برگشتم 6 درهم هم دادم. یعنی بزرگترین جنایت تاریخ رو کردم، ولی وقت به دنیا هم نرسیدم. اینطور نیست که اگه کسی آخرت رها کنه حتما به دنیا برسه. امید نیمت داره، چون قرآن یه آیه داریم میگم ما نشاء لمن نرید. ما نشاء یعنی تا چقدر بخوایم، لمن نرید برای کی بخوایم. خیلی ها از آخرت میگذرن و به دنیا هم نمیرسن. خدایا تو رو به حق به آبروی هر کس که پلو تو آبرو داره در این داد و ستد، اون مقداری که عمرمون رفته که خب خسارت کردیم، لحظه هایی که چیزایی که با خدا معامله نکردیم خسارت کرده، اون چه خسارت کرده این گذشته ما رو ببخش و از این به بعد همه ما رو حفظ کن. خب این بحث تمام و السلام علیکم و رحمت الله.